علی اکبر هاشمی بهرمانی نام شناسنامه مردی است که به هاشمی رفسنجانی معروف بود. مردی با زندگی پرفراز و نشیب که شاید لحظه لحظه سرگذشتش پر از علامت سوال و تعجب برای دوست و دشمنش باشد. اما هرگز کسی نمیتواند به نقش محوری و پررنگ ایشان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران خدشه‌ای وارد کند. پیش از انقلاب ایشان اعتراضات شدیدی به انقلاب سفید را آغاز کرد. در واقع این نقطه شروع شناخته شدن ایشان به عنوان فردی انقلابی و مخالف رژیم شاه بود. هاشمی رفسنجانی بارها به جرم مخالفت و فعالیت علیه رژیم پهلوی دستگیر و روانه زندان شد. اما پس از آزادی مجدداً مجموعه ای از فعالیت‌های مبارزاتی مختلف علیه رژیم را آغاز می‌کرد. به طوری که در فاصله سالهای 1342 تا 1357 4 سال و 5 ماه از عمرش را در زندانهای رژیم وقت و زیر انواع شکنجه‌های روحی و جسمی گذراند. وی به دلیل برخورداری از تمول مالی نسبی در بسیاری مقاطع مبارزات انقلابی را مدیریت مالی نیز می کرد. در سالهای پس از انقلاب عناوین و مسئولیت‌های خطیر و مهمی را تجربه کرد که شرح آن بدون شک تنها تکرار مکررات خواهد بود. اما مسئله بدیهی خدمات قابل تأمل و مهم ایشان در سالهای دفاع مقدس و دوران سازندگی و سالهای پس از آن است. در فعالیت‌های پس از انقلاب ایشان نقاط مبهمی نیز وجود داشت. در دوران دفاع مقدس علارغم خدمات شایان ایشان اما شایعاتی وجود داشت که هاشمی رفسنجانی در مقاطع پایانی دوران دفاع مقدس با فشار بر امام راه رحمت الله علیه خواستار پذیرش قطعنامه و صلح با کشور متجاوز عراق و حزب بعث شد و این شایعه با پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام درست 3 ماه پس از تفویض جانشینی فرماندهی کل قوا به ایشان قوت بیشتری گرفت. سالها بعد هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با رادیوی سراسری عنوان کرد که شرایط پذیرش قطعنامه از دید امام رحمت الله وجود نداشت. حضرت امام خواستار 2 شرط مهم تنبیه متجاوز و تعیین تکلیف خسارات ناشی از جنگ در قطعنامه بودند که در آن لحاظ نشده بود. اما عوامل فراوانی از جمله طولانی شدن زمان جنگ ما را مجاب کرد که با تامین تنها بخشی از اهدافمان قطعنامه را بپذیریم. ظاهراً این توضیحات هم ابهامات زیادی برای مردم و جمعی از مسئولین داشت و کسی را قانع نکرد. چندی بعد هاشمی رفسنجانی متهم به افشای نامه محرمانه فرمانده وقت سپاه شد. نامه‌ای که در آن شرح نابسامانی اوضاع جنگ در روزهای پایانی به امام رحمت الله گزارش شده بود و یکی از دلایل قبول قطعنامه توسط حضرت امام عنوان می‌شد. هاشمی رفسنجانی اما در سال 1390 باز هم در گفتگوی دیگر در دفاع از خود موضوع افشای نامه محرمانه فرمانده سپاه را این گونه توضیح داد: این نامه از مدتا قبل با دستخط حضرت امام در خاطرات آیت الله منتظری چاپ شده بود و همه مردم فهمیده بودند. سالها بعد از پایان دفاع مقدس و 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 84 اتفاقاتی افتاد که پس از آن شایعه‌ها در مورد ثروت و قدرتی که در دست داشت به یقین نزدیک‌تر می‌نمود. اما صرف نظر از قابل اثبات بودن یا نبودن اتهاماتی که به ایشان وارد بود، برخورد خاص ایشان با مسئله فتنه 88 بیش از تمام شایعه‌های پیشین نمود پیدا کرد. هاشمی رفسنجانی با اینکه هیچگاه مانند سران فتنه مستقیماً به نظام و رهبری نتازید، اما هرگز به طور واضح و روشن خود را مبرا و مجزا از جریان فتنه معرفی نکرد. همین امر موجب بروز اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌های بین ایشان و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای شد، به طوری که ایشان در سخنرانی معروف خود در نماز جمعه تهران به نحوی خاص و با ادبیاتی 2 پهلو فرمایشات رهبری را قابل تغییر دانست. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده
دشمنان ما ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن، برای ما بخندن، برای ما نقشه بکشن. ما اینقدر خودمون باید رشادت و حلم و صبر داشته باشیم که همدیگر رو تحمل کنیم. این و بعدش مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه، اونایی که عزادارن. با وجود تمام این اختلاف سلیقه ها، اما هاشمی رفسنجانی هرگز مستقیما در مقابل نظام و انقلاب سفارایی نکرد. شاید سیاست ذاتی او سبب می شد که بین بد و بدتر بد را ترجیح دهد، اما شاید همین هم می توانست علاقه ذاتی او به قدرت درونی ایران و انقلاب و قدرتمند ماندن ایران در عرصه جهانی باشد. با این تفاسیر امروز علارغم تلاش‌های عده‌ای پرشمار در داخل و خارج ایران که سعی می‌کنند نقش ایشان در سیاست ایران و باقی ماندن اثر و نام ایشان در سیاست‌های ایران را ناشی از دست‌های پشت پرده و قدرت نفوذ از خارج عنوان کنند، اما پیام رهبر معظم انقلاب آب پاکی را بر دستان این قشر می‌ریزد، آنجا که می‌فرمایند اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هایی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربلای معلا بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت‌های نظری بودند نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد. این نشان می‌دهد باقی ماندن ایشان در صحنه سیاست ناشی از نگاه مثبت حضرت آیت الله خامنه‌ای به ایشان بوده و هست، هرچند که در پاره اوقات اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ای هم در میان بوده، اما همین نگاه مثبت به ایشان و سوابق خدمات ارزندهشان به انقلاب باعث شد که همچنان فردی تأثیر گذار در سیاست داخلی و حتی خارجی ایران باقی بمانند. در شرایطی که دشمنان قسم خورده انقلاب با به خط کردن ابزارهای همیشگیشان که رسانه‌های غربی و عده قلیلی خودفروخته داخلی سعی می‌کنند که از آب گلالود ماهی فتنه‌انگیزی بگیرند، اما راه همچنان روشن است. جمله معتبر، معروف و تأثیرگذار امام راحل رحمت الله تعالی علیه چراغ راه ملت انقلابی ایران خواهد بود که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.